پروردگار ما در روز قیامت علی ابن ابی طالب است با تکید میگویم پروردگار ما در روز قیامت علی ابن ابی طالب است قیامت و علی پرستان و علی ابن ابی طالب ربنا یوم القیام علی ابی طالب ربنا يوم و اکد علي بن ابي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامه بدليل الامام المعصوم اياب الخلق اليكم وحسابهم عليكم هذا دليلنا نحن علي بن ابي طالب يوم القيامه يكون رب من الارباب ويحاسب شيعته وانتم المخالفين لعلي بن ابي طالب واتباع علي بن ابي طالب ان شاء الله يوم القيامه في قبرة علي بن أبي طالب ويريكم نار جهنم وبئس المصير إن شاء الله وإن شاء الله يدخل شيعته شيعته في الجنة ويدخلكم في النار همه مسلمانان عقیده دارند که تنها الله تعالی رب، مالک، پادشاه، حکم و فرمانروای روز قیامت است. مالك يوم <الدين> الله مالک و اختیار داره روز جزاست و غیر الله تعالی در آن روز هیچ نوع اختیاری ندارد یوم <مالك> لا روزی که هیچ کسی برای دیگران نمیتواند کاری بکند و در آن روز فرمان فرمان الله است حاکم و فیصلگر روز قیامت نیز تنها الله تعالی می باشد الملک یومئذ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ملك و فرمان روایی در آن روز از آن الله است میان آنان داوری میکند پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایست انجام داده اند در باغهای پرناز و نعمت خواهند بود در آن روز بزرگ پادشاهی فقط از آن الله است و هیچ کس جز به اذن او تعالی سخن گفته نمیتواند رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا پروردگار مهربان آسمان ها و زمین و همه چیزهایی که در میان آنها قرار دارد از عظمت او در روز روزی که آنان آشکار شوند چیزی از آنان بر الله پنهان نمی ماند الله میفرماید، امروز فرمان روایی از آن چه کسی است پروردگار متعال در پاسخ میفرماید، از آن الله یکتای چیره و تواناست امروز هر کس در برابر کاری که کرده است جزا و سزا داده می شود امروز هیچ گونه ستمی وجود ندارد بی گمان الله سریع الحساب است و بنابراین حساب و کتاب مخلوقات در روز قیامت تنها به دست او تعالی است اننا الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم بیقین بازگشت آنان به سوی من یعنی الله با عظمت است آنگاه حساب ایشان نیز با من خواهد بود اما آخوندان رافزی به پروردگاری غیر از پروردگار مسلمانان ایمان دارند و این آخوند با زبان خود اعتراف نموده و بر آن تأکید می‌ورزد که پروردگار دین تشیع علی رضی الله عنه است